Am I bidom ashrahuna. Gemara Sanhedrin daf memchet bayin safa siyar ziba ke takan dahane miyare. Famat ke moqei ke David HaMelech سرلشکر داوید یوآف بن سرویا که به سرخوارش اتفاقا بود آید موقعی که داوید هنوز سلطنتش ثابت نشده بوده بعد از مرگ شاول و میپیبوشت پسر شاول اعلام پادشاهی میکنه داوید هم از اون برای اعلام پشم گفته بوده داوید هم پادشاهی میکنه و نهایتاً اونر که سرلشکر شاول بوده با پسر شاول میپوشد میمونه اونر بعدا هم پشیمون میشه میاد که با داوید صلح کنه و یوآب عصبانی میشه یوآب بن سرویا عصبانی میشه حالا به هر دلیلی و اونر رو میکشه البته به هر دلیلی که میگیم توی موقعیت قبلی تو جنگ اونر برادر یوآب رو کشته بوده اون تو جنگ بوده میاد انتقام بگیره در هر صورت داوید ملخ نفرین میکنه یوآو میگه که چی؟ میگه که از خونه یوآو دور نشه آدم مزاف که مریضی زاف داره و مسورا که مریضی پوستی داره و کسی که مجبور شه اسا دست بگیره و کسی چند تا نفرین میکنه گمارا میفرماد که همه این نفرین ها سر خود خانواده داوید اومد همه این تو خانواده داوید پیدا میکنی که مارا می نویسه توضیح میده کجا کی همه اینا چند یه نیم صفحه گمارا است همه اینا برگشت به خانواده داوید گمارا میگه آمر بیود آمر را فامان در آمده از قرار این نوع دام رعی نیشه اینه که مردم میگن قدیم که عقل در بودن میگفتن میگفتن تهه لوتا ولوتو الاتا نفرین باشه و نفرین نکن نفرین بشی از این که نفرین کنی خطرش کمتره. راشی میگه چرا؟ نو ارخا میتا مقللیم بلا مقللیم بهتر آدم نفرین بشه و نفرین نکنه اگه نفرینش کنه دیگری شاید داره شاید شد شاید نشد ولی موقعی که آدم دیگری رو نفرین میکنه لفیف چسوق اگه نفرینه بی خود باشه برمیگرده به نفرین کننده پس نفرین کرد دیگری رو باید بیهوده این 100% برمیگره به خودش اگه دیگری نفرینش کنه شاید شد شاید پس کنش خطرش بیشتره آدم نفرین کنه خطرش بیشتره تا نفرین بشه نفرینش کنن دیگران شاید شد شاید نشد اگه دیگری نفرین کنه برمیگره سر جای خودش نه چرا 50-50 100% برمیگره اگه حق نداره میدونی تو آدم میدونه طرف حق نداره ولی دلش پره آدم میدونه حق نداره آدم میدونه که بیخوده آدم خودش میدونه بنابراین موقعی که نفرین میکنی دیگه ای رو دلت پره یه عصبانیه آدم نمینه عصبانیه آدم از یه نفر نفرینش میکنه چون عصبانیه نه نفرین میکنه اگه آن طرف یه کاری بیش کرده سو بنابراین خیلی ها آدم نو بخلو بهتر آدم نفرین بشه و نفرین نکنه که نفرین بیهوده بالاخره به خود آدم برمیگرده واو این ممخت عمود بت متمال پنج شنبه که مثلا پنج شنبه خیلی ترسناکه خیلی ترسناکه دم باید مواظب باشه از نفرین میگن دفعه گفتم اینو چندی مرتبه میان پیش رابای لوین رابای یوشالا توی شام زندگی میکردن ایشون قبل از این که اسرائیل استقلال پیدا کنه دست انگلیسی ها بودن انگلیسی ها خیلی از اسرائیل رو زندانی کردن کسانی که زد انگلیسی ها کار میکردن ایشون رابای لوین میرفت با این راب زندانی ها بوده غیر رسمی از سر خودش میرفته بهشون کمک میکرده بهشون رسیدگی میکرده غیره ایشون اصلا خیلی دوست همه دوستش داشتن مذهبی یا غیر مذهبی ایشون خیلی دوستش داشتن
با وجه که ایشون هیچ وقت هیچ مقام رسمی نشه، موقعی که فوت میشه براش دولت تشییع جنازه رسمی میگیره، جنازه دولتی میگیره براش. 1960 خورده ای رابر لوین بهش میگفتن صدیق یروشلایم، لقبش مونده صدیق یروشلایم. در هر صورت ایشون یه دفعه میان پیشش دوره عبدالناصر، میگن رف، میگن عبدالناصر رو نفرین کنین از بین بره، دشمن اسرائیل. رف میگن من هیچ کس رو نفرین نمیکنم. میگن رف عبدالناصر من هیچ کس رو بنده ای که خدا خواهی نفرین. میگن خب چیکار کنیم؟ میگن من تفیلا میخونم، ماشیخ بیاد، ماشیخ خودش هر کاری میخواد با عبدالناصر کنه، ماشیخ خودش هر کاری میخواد با عبدالناصر کنه. که آدم باید مواظب باشه، نفرین کردن هیچ چیز بسیار خطرناکیه، بسیار خطرناکیه. کسی که سزاوار مثل هیتلر، ما این دعوت کسی میشه که